سرخط مهمترین خبرها. آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی طالبان در شمال افغانستان. ادامه بازداشت‌ها در پروان. طالبان یک نظامی پیشین را پس از شلیک گلوله به پایش بازداشت کردند. یک جوان در تخار زیر شکنجه طالبان جان باخت. پوتین: 50,000 نیروی تازه استخدام شده روسی وارد جنگ اوکراین شدند. سلام دوستان، به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. ادامه بازداشت ها در پروان. طالبان یک نظامی پیشین را پس از شلیک گلوله به پایش بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت پروان گفتند که طالبان یک نظامی پیشین را در این ولایت پس از شلیک گلوله به پایش بازداشت کردند. این رویداد روز دوشنبه 16 اقرب در منطقه بالاخیل از مربوطات مرکز ولایت پروان به اوکو پیوسته است. به گفته منابع، فرد بازداشت شده گل محمد نام دارد و عضو نیروهای پلیس حکومت پیشین بوده است. منابع تصریح میکنند که گل محمد پس از سقوط نظام پیشین مصروف کشاورزی بود و با هیچ گروه ارتباط نداشت. به گفته منابع، طالبان گل محمد را هنگامی که مصروف کشاورزی بود نخست با شلیک گلوله به پایش زخمی و سپس بازداشت کردند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که چند روز پیش نیز طالبان پدر انوش دستگیر، سرمربی تیم ملی افغانستان را از ولایت پروان برای یک هفته بازداشت و زندانی کرده بودند. یک جوان در تخار زیر شکنجه طالبان جان باخت. منابع محلی در ولایت تخار گفتند که یک جوان زیر شکنجه طالبان در این ولایت جان باخته است. منابع روز دوشنبه 16 اقرب در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که عبدالمتین محمودی، باشنده ولسوالی رستاق این ولایت، 12 روز پیش توسط کندک طالبان مستقر در این ولسوالی به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان بدون هماهنگی با مسئولان طالبان برای این ولسوالی بازداشت و زندانی شده بود. منابع اضافه می کنند که طالبان روز یکشنبه بستگان این جوان را نزد خود خواسته و پس از عقض تعهد کتبی مبنی بر افشا نکردن این قضیه، عبدالمتین را به طور نیمجان با آنان سپردند تا جهت تداعی به شفاخانه منتقل کنند. اما این جوان در اثر لط و کوب شدید عین انتقال به شفاخانه طالقان جان باخته است. گفته می شود که عبدالمتین یک کارگر ساده بوده و در حکومت پیشین در یک مکتب چوکیدار بوده و هیچ گونه ارتباط با جبهه مقاومت ملی افغانستان نداشته است. پس از قدرتگیری طالبان، این گروه بارها غیر نظامیان را بازداشت، شکنجه و تیرباران کرده است. آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی طالبان در ولایت پنجشیر. گزارش از خبرگزاری اندیپندنت فارسی. به گزارش خبرگزاری باختر، فعالیت یک ازگاه رادیوی زیر نظر طالبان در ولایت پنجشیر آغاز شده است. خبرگزاری باختر که زیر نظر طالبان فعالیت میکند گزارش داده است که این ازگاه رادیوی در بازارک ولایت پنجشیر ایجاد شده است و شمار شهرستانهای این ولایت را تحت پوشش قرار میدهد. این دیادو با نشر برنامه های خبری، آموزشی، دینی، فرهنگی و ورزشی فعالیت خواهد کرد. در روز نخست فعالیت این رادیو در مراسم با حضور شمار از مقام های طالبان، نصرت الله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت در شرایط کنونی فعالیت دوباره این ازگاه رادیو امیدوار کننده است و از سرگیری برنامه های آن استقبال می کند. مسئولان محلی طالبان در پنجشیر بدون ذکر نام این ازگاه رادیوی گفتند این رادیو به مثابه زیر مجموعه رادیو تلویزیونی ملی در این ولایت فعالیت خواهد کرد. تصاویری که از آغاز فعالیت این ازگاه رادیویی منتشر شده است نشان می‌دهد جز نیروهای طالبان فرد دیگری در استودیو حضور ندارد. اما برخی از ساکنان پنجشیر معتقدند
که طالبان از رسانه ها در حکم منبعی برای تبلیغات علیه نیروهای جبهه مقاومت استفاده می کند تا مردم را با خود همسو سازند. نوید نام مستعار شهروند 25 ساله ساکن پنشیر به خبرگزاری اندپندنت فارسی می گوید در رسانه های محلی جز تبلیغ دینی و گزارش فعالیت های طالبان چیز پخش نمی شود. او در ادامه چنین می گوید طالبان در پنشیر فشار زیاد به مردم وارد می کند و ما عملا در محاصره آنان قرار داریم. از رادیوها هم فقط سرودهای به حمایت از طالبان پخش می شود. او مدعی است که طالبان در کنار رسانه ها از مساجد نیز همچون مراکز برای تبلیغات اهداف خود و سرکوب جبهه مقاومت ملی افغانستان استفاده می کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در برگرینده نیروهای نظامی مخالف حکومت طالبان در پنشیر و چندین ولایت دیگر فعالیت دارد. بر رغم تلاش زیاد، طالبان تا اکنون نتوانستند نیروهای جبهه مقاومت را سرکوب کنند. به نظر می رسد طالبان می خواهند با کنترل رسانه های محلی هم در میدان جنگ و هم در میدان تبلیغات دست بالا را در پنشیر داشته باشند. پوتین 50,000 نیروی تازه استخدام شده روسی وارد جنگ اوکراین شدند. پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که 50,000 تن از مجموع 300,000 نیرویی که اخیراً به دستور او استخدام شده درگیر نبردهای فعال در اوکراین شدند. خبرگزاری فاکس روسیه روز دوشنبه 7 نوامبر به نقل از پوتین گزارش داده است که در مجموع 80,000 تن از نیروهای ذخیره در مناطق درگیر جنگ در اوکراین فرستاده شدند. پوتین چند پیش همزمان با اعلام الحاق 4 منطقه اوکراین به خاک روسیه از بسیج نسبی نیروهای ذخیره خبر داد که تا آن 300,000 نیروی جدید استخدام شدند. بر بنیاد این گزارش متبقی این 300,000 نیرویی که از اواخر ماه سپتامبر فرا خوانده شدند هنوز در اردوگاه های آموزشی به سر می برند. این خبرگزاری به نقل از پوتین در جریان بازدید از این منطقه خارج از مسکو گفته است ما اکنون 5,000 نفر در واحدهای رسمی آنجا یعنی اوکراین داریم، بقیه هنوز در جنگ شرکت نمی کنند. تا اکنون رقم دقیق نیروهای روسی در جنگ اوکراین و تلفات روس‌ها در این جنگ متقابل شدن روشن نیست. روسیه و اوکراین هر کدام ادعا دارند که هزاران نیروی طرف مقابل را در جریان جنگ کشته و تجهیزات و امکانات گسترده نظامی را نابود کردند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.